سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد هر جایی که هستین وطندارای بسیار عزیز ما. خداوند خدای بسیار مهربان هست. خدا را شکر میکنیم که او یک روز دیگه بر ما داده و نفس حیات او بر ما عطا کرده تا که ما به حضور او آمده کلام مقدسش سرش غور بکنیم، بخوانیم ایره و ایره هضم بکنیم. کلام مقدس خدا خزانه است که خدا برای ما داده. اما قسمی که در زبور شریف در زبور 119 آیت 11 ما میخوانیم که کلام تو را در قلب خود ذخیره میکنم تا برخلاف تو گناه نکنم، و یا کلام تو را در قلب خود نگه میدارم تا به تو گناه نورزم. یعنی چی؟ یعنی ای که خدا این خزانه بسیار بیشبها را برای ما داده و برای ما میگه، میگه ای را ما بر شما دادیم تا که شما ای را مصرف بکنین. هرچقدر مصرف بکنین ای زیادتر میشه، هرچقدر مصرف بکنین ای زیادتر میشه. یعنی برخلاف نانهای دیگه ای که در دنیا پیدا میشه که ما از دهان میخوریم، صاحب کلام مقدس خدا، کلام مقدس خدا نانیست که هرچه که ما بخوریم او زیادتر میشه. چطور؟ مثل که عیسی مسیح مخلوقه، یعنی هزارها نفر با فقط دو نان و چند ماهی سیر کرد. هرچی که وا میخوردن زیادتر شده میرفت. بله، کلام خدا اونمو کلام عیسی مسیح است که این نانیست، نان حیات، نان مقدس است، نانیست برای روح ما، برای زندگی مسیحی ما، برای نیکوکاری، نانیست که ما را همیشه تازه میکنه، همیشه قوت میبخشه. و هرچقدر که ما بخوریم، هرچقدری که بخوریم ای زیادتر میشه، هیچ وقت کم نمیشه. خدا را شکر میکنیم که خداوند اینقدر کت ما محبت داره. از همون خاطر است که خداوند میگه برای ما، میگه که بهترین چیز برای انسان ایست که انسان بر خدا توکل بکنه. بهترین چیز ایست که انسان خود تسلیم خدا بکنه، بگذاره که خداوند زندگی یک شخص اداره بکنه. ما باید خود تسلیم خالق خود بکنیم، چون او از ما بهتر میفهمه، بهتر میفهمه. بله، در امثال سلیمان فصل 3 و آیت 5 ما ایره میخوانیم: از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش و او را و او راه تو را راست میگرداند. از عقل و حکمت خود لاف نزن، از خداوند بترس و از بدی دوری کن. اگر چنین کنی شفا یافته نیرو و قوت به دست می آوری. خداوند را احترام نما و از دارایی خود، از اولین محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن. اگر چنین کنی انبارهایت پر از نعمت و خمرهایت پر از شیره انگور خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اگر هر چیز خود اولش برای خدا میتی، وقتی که صبح از خواب بر میخیزی اولین چیز به خدا اگر تقدیم بکنی، پیش از اینکه حتی روی شوهرت، روی زنت، روی اطفالت و یا روی کسی دیگر رو ببینی، کوشش کنی که روی خدا رو ببینی، کوشش کنی که خدا رو با دل و جان احترام کنی و خدا رو شکر بگویی. اینمی روی خدا رو دیدن است. کلام خدا برای ما میگه که خداوند پیروزی را نصیب خودت میکنه. چه قسم پیروزی؟ پیروزی در نیکویی خدا، پیروزی در زندگی خودت که از زندگی تو، از زندگی ما و شما، از زندگی او کسی که به خدا توکل میکنه، دیگه انسانها بهرمند شوند، دیگه انسانها لذت ببرند، دیگه انسانها وقتی که ما را میبینه
در وجود ما، در زندگی ما حکمت و مقبولی خالق ما را ببینه. از همین خاطر است که عیسی مسیح میگه که شما نور دنیا هستین، یعنی کسانی که پیروای عیسی مسیح هستن، شما نور دنیا هستین. آدم چراغ در نمیته که چراغ صاحب زیر جل بکنه، بلکه چراغ بالای چراغدان میمانه، جایی که او هر طرف اتاق منور بکنه و کسی که داخل خانه میشه هر چیز ببینه. به همو ترتیب خداوند عیسی مسیح برای ما میگه که متوجه باشی شما نور دنیا هستین. پس ما توکل ما بر خداوند باشه و بر عقل خود تکیه نکنیم، بلکه ما کوشش کنیم که چیزی که خالق ما برای ما میگه او را انجام بدیم. در او وقت است پیروزی ما کامل میشه، خوشبختی ما کامل میشه، در او وقت است که ما رضای خدا را از زندگی خود پوره میکنیم. خدا را شکر میکنیم که باز هم خدا برای ما یک روز دیگه داده. شما میتونین که در این دوران یک ساعت برنامه از کلام خدا بشنوین و همچنین شما میتونین که تلفن بکنین و یا از طریق فیسبوک کتما پیامتان بخش بکنین و یا ایمیل بکنین و ما کوشش میکنیم که به سوالهایتان جواب بدیم. خدا را شکر میکنیم که خداوند برای ما واقعا این موقع بسیار خوب داده تا که ما این کارهای خوب بتانیم. ما برتان شماره تلفن هم در فیسبوک برتان ماندیم و شما میتونین که چی کنین، در این شماره برای ما زنگ بزنین در دوران برنامه و به همین ترتیب چیزی که اگر سوالی دارین، اگر میخواین که خداوند سرور زندگیتان، نجاتگرتان شود، برای ما زنگ بزنین و ما کوشش میکنیم که هم از کلام خدا برتان پاسخ بدیم و کوشش میکنیم که برتان دعا بکنیم و برتان بگوییم که چطور شما میتونین پیرو عیسی مسیح شوین. خداوند شکر میکنیم که خادم خداوند برادر نوراغا باز هم امروز کت ما هستن، از طریق تلفن و کلام مقدس خدا را کت ما بخش میکنن و در دعا باشیم که خداوند ما را کمک بکنه وقتی که کلامش را بشنویم تا که ما رضای خدا را برای زندگی خود حاصل بکنیم. من یک دعا میکنم. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میگیم بر از این وقت، شکر میگیم به خاطر تمامی محبت تو، شکر میگیم به خاطر مهربانی های تو، بر از اینکه تو نفس حیات برای ما دادی. از رحمت توست، وفاداری توست که عظیم است بر ما. ای خداوند عزیز ما، شکر میکنیم بر از این برادرها و خورای ما پشت کامرا و دستودیو و پشت تلفون ها. خدایا شکر میکنیم بر تمامی ازیا، دعا میکنیم که برکتشان بتی. وطندارای ما که برنامه را میبینن، خدای تو را برکت بتی. ای خداوند عزیز، بگذار که صلح و سلامتی تو غالب شود در سرزمین افغانستان، در سرزمین ایران، در سرزمین تاجکستان و پاکستان، در هر گوشه دنیا. بگذار که خداوند نام تو جلال بیافه. ای خداوند عزیز، خادمت نور آقا جان تسلیم تو میکنیم، او را برکت بده، با روح مقدس خود او را یاری کن. امروز وقتی کلامت بخش میکنه، بگذار که تو واضح شوی در برای هر گوش و هر چشم و هر انسان. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. آمین. برادر نور آقا، مانده نباشی، وطن داریم. جور باشه سنجان. خداوند بی قیاس شکر و سپاس میگیم باز هم به این وقت خوبی که بر ما داده، همه طور که شما دعا کردین، تازی تری کلام خدا را بر همتان عزیز خود برسانیم. آمین. تا اونا برکت بگیرن. آمین. امروز میخواییم که از کتاب زبور که به نام کتاب زبور یا مزامیر داوود مسمع است یا نامگذاری شده بخش کنیم. مزمور 37 این مزموری است که سالها مرا برکت داده و یک چیز را که میخوایم برای خودت و برای همتان عزیز خود یادآور شمی است که مدیر شده بود که امی مزمور نخوانده بودم و این وقتی که من آمادگی میگرفتم و این مزمور رو میخواندم، واقعا من به فکر گرفتم که مزمور برای من شخصا است، شخصا برای من است.
یعنی قدر سر ما تاثیر انداخت می یکی دو روزی که من این مزمور را میخوانم حسین جان، بله، که چیزایی را که من فراموش کرده بودم دوباره به یادم آورد. هللویا. از این خاطر کلام خدا با اقتدار است، با قوت است و هر باری که ما را میخوانیم اگر تکراریان باشه باسم با ما صحبت میکنه. دیگه خدا را شکر میکنیم. آمین آمین آمین. بفرمایید برادر عزیز. این مزمور من میخواستم که اول این مزمور اگر شما لطف کنین و سنجان از آیت اول الی آیت 11 هم بخوانین و عنوان موضوع ما که از روی این مزمور گرفتیم توکل کردن به خداوند است، که در این مورد این قسمت مزمور شریف با ما صحبت میکنه. اگر شما لطف کنین این قسمت رو بخوانین بسیار خوب میشه. بله، زبور 37 آیت اول تا 11 رو گفتین. بله بله بله. به سبب بدکاران خود را پریشان مساز و بر شریران حسد مبر، زیرا آنها به زودی مثل سبزه خشک شده و مانند علف پژمرده میگردند. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در روی زمین در امنیت و آسودگی بسر بری. در خداوند شادمان باش و او تمنای دلت را برآورده می سازد. طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن و او تو را مدد می کند. او عدالت تو را مثل نور آشکار می سازد و راستی و حق تو را مانند ظهر. در حضور خداوند سکوت نما و منتظر او باش، به خاطر کسی که در زندگی سعادتمند است و شخص فریبکار خود را پریشان مساز. یعنی مثل شخص فریبکار خود را پریشان مساز. غضب را کنار بگذار و خشم را ترک کن، تشویش را بر خود راه نده چون که باعث گناه می شود. مردم شریر از بین می روند اما منتظرین خداوند وارث زمین می شوند. آدم بدکار در فرصت کمی نابود می شود و وقتی بجوید او را نمی یابید، اما اشخاص حلیم و فروتن مالک زمین می شوند و از صلح و سلامتی فراوان برخوردار می گردند. آمین آمین. واقعا آموزنده است ها حسین جان. بله آمین. بسیار چیزا را ما یاد بگیریم، خصوصا که باز ما گفتم که امرای قسمتی از انجیل مقدس از انجیل متا فصل 5 آیت 1 تا 10 را بخونیم. خب که بعدن باز خود خواندیم که میبینیم که چقدر این قسمت مزمور 37 از کتاب زبور که سالها قبل از انجیل نوشته شده بود با قسمت اول فصل 5 انجیل متا چقدر مطابقت داره، که خداوند عیسی مسیح بر ما درسای بسیار عالی میده و خوشبختی واقعی را بر ما تشریح میکنه. آمین آمین آمین. برادر نور آقا، با اجازه تو نمی یک وطندار ما از راه دور زنگ زدن از دبی و امی تلفون میگیریم. خوش آمدن، بفرمایید. محمد زمان جان هستن، تلفن کردن. محمد زمان جان وطندار عزیز ما، مانده نباشی، روی خط هستین. سلام سیب، چی حال دارین؟ الحمدلله شما خوبین انشالله. خدا را شکر، خدا را شکر وطن داریم. بفرمایین چیزی سوالی داشتین؟ شکر میکنیم که ما هم خدا را شکر میکنیم که با شما هم صحبت شدیم. خدا را شکر عزیز. بفرمایین. یک سال است که برنامه شما را من تعقیب میکنم، همیشه زنگ میزنم موفق نمیشم، که بعض وقتا سری کار هستم برمیگردم تکراری رو گوش میکنم، بعض وقتا دیگه امروز موفق شدم الحمدلله. خدا و حضرت مسیح میخوان که قلبش نورش از قلب ما رسانده که ما موفق شدیم با شما صحبت کنیم. آمین 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 آمین. برادر عزیزم بفرمایید. آمین آمین آمین. برادر عزیزم زمان جان، چیزی گفتنی داشتین؟ چیزی سوال داشتین؟ نه نه، فقط ما فقط
از خدا میخوایم که همیشه موفق باشی، همیشه برنامه خوب داشته باشی، همیشه برنامه آموزنده داشته باشی که ما یه چیز یاد بگیریم، که خیلی خیلی چیزا یاد گرفتیم. خدا دعا میکنیم که خدا و حضرت مسیح همیشه موفق بکنه تو را، همیشه زیادتر زیادتر برنامه خوب داشته باشی، برنامه زیادتر شود ان شاء الله. بسیار بسیار تشکر زمان جان. میتونم از شما سوال کنم که شما گفتین که از یک سال بیشتر میشه برنامه رو میبینین، آیا شما به عیسی مسیح ایمان آوردین برادریم؟ بله 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 کاملا 100%. خدا را شکر میکنم. یعنی شما این برنامه ها را تعقیب میکنین و خداوند شما را برکت داده و بالاخره تلفن کردین، این جای برکت است. است پیشتر خانم اسمش چیه که با فارسی ترجمه میکرد، او رو در گوش میکردم که وقتی که او تمام شد برنامه شما آمد، بلا فاصله تلفن گرفتم گفتم که امروز باید 100% موفق شم، اولین نفر باشم که باید با اوزیر آقا صحبت بکنم که موفق هم شدم، که انشاءالله حضرت مسیح کمک کرد که موفق شدم انشاءالله. هللویا. زمان جان بسیار تشکر از تلفنتان و ما کوشش میکنم بخیر بعد از برنامه اگر تلفنتان پیش ما مانده باشه حتما کتان تماس میگیرم، زیادتر کتان صحبت میکنیم. بسیار تشکر برادریم از تلفنتان. ما هم بسیار تشکر که وقت کسی دیگر رو نگیریم، شاید بچه های دیگر منتظر باشه صحبت بکنم. ما خوشحال شدیم، فقط همین رو میخواستیم. بسیار تشکر، خوشحال شما، موفقیت شما رو میخواستیم. خداوند شما رو برکت بده. هللویا. انشاءالله همه برادران برکت بده، همه برنامه سازایی که هستن برکت بده، برنامه سازای پژواک اینا همه را انشاءالله برکت بده. آمین. دکتر ساسمان انشاءالله برکت بده، انشاءالله همه را برکت. هللویا. آمین. تشکر برادر عزیزم، خدا را شکر میکنیم. برادر نوراقای برادر ما از یک سال زیادتر میشه شکر برنامه را تعقیب میکنن و ایشان گفتن که به عیسی مسیح هم ایمان آوردن و برنامه های از این کانال تعقیب میکنن. خدا را شکر میکنیم که بالاخره توانست و رخ شد و کچون گپ زدیم. خداوند در این روزها بین افغانا چه کارهای عظیمی میکنه. آمین آمین. و واقعا خداوند عالی است، چون که کلامش عالی است و آموزنده است. همونطور که برادر ما گفت که ما دعا میکنیم گفت که شما برنامه های عالیتر و مقبولتر داشته باشین و آموزنده تر، چیزایی که ما یاد بگیریم. و این یک وسیله بسیار خوب است که امروز میتونیم از این طریق کلام مقتدر خداوند به هموطنهای خود برسانیم و قلبهایشان تا لمس کنه و زندگیشان تبدیل کنه. و ما باور دارم که خب بعضی کسا موفق میشن که با ما زنگ بزنن، تلفن کنن، ارتباط بگیرن از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی. و بسیاری کسا نمیتونن و ما ولی باور داریم که خداوند کار میکنه در بین هموطنهای ما. آمین. چون که مردم ما تشنه و گرسنی عدالت خدا هستن، تشنه و گرسنی نان حیات هستن، همونطور که شما گفتین قبلا. و همونطور که ما ایمان داریم به کلام زنده خدا که در قدر سالهایی که ما پیروای عیسی مسیح خداوند هستیم، کلام خدا در زندگی ما کار کرده و زندگی ما را نو ساخته و چیزهایی را یاد گرفتیم که قبلا در عمر خود نشنیده بودیم، ندیده بودیم و نه بر ما کسی گفته بود. و امروز میبینیم که خداوند ما را کمک میکنم و آنچه که تجربه کردیم از کلام خدا برای همتانان عزیز خود برسانیم. خب میم سر موضوع اصلی خود که توکل کردن با خداوند است. از مزمور 37 شما خواندیم. بله. این مزمور بر ما شما یاد میده و به یاد ما میاره که در مقابل اشخاص شرور و بدکار هرگز حسادت نکنیم. این کاملا در زندگی مردم عملی است که بسیاری وقتا ما به خاطر پیشرفت و نام و نشانی که مردم بدکار به دست میارن ما حسادت میکنیم، خصوصا کسایی که راه درست، راه نیک، راه خدا ترسی را در پیش گرفتن. وقتی به طرف بدکارا میبینن کنا از نگاه پول و ثروت چیزا پیش میرن، اینا میگن خدا ما که راه درست پیش گرفتیم، من ناکام هستم، من
از حق خود دفاع کردن نمیتونم. اینا این شیطانی چیزار دوستای عزیز همش این گفته هایی است که شیطان در دل ما میگذاره. گرچه که ما موفق هستیم، ما پیروز هستیم، عیسی مسیح خداوند ما را بر سر تمام چیزها پیروز ساخته، ولی این چیزهایی است که شیطان در فکر ما میاره که ما به طرف بدکارا ببینیم و پیشرفت و ترقی ناچیزشان البته از بین رفتنی را که اونا به دست آوردن ما حسادت کنیم. کلام خدا بر ما میگه که به سبب بدکاران خود را پریشان مساز و بر شریران حسد مبر. یعنی این چیز است که خداوند میگه پریشان مساز. ما میبینیم که در این قسمت زبورش این مزمور میبینیم که چندین بار خداوند بر ما میگه، بر ما وعده میکنه که بر ما میگه که پریشان نشوین، پریشان نشین، خشم را ترک کنین، غضب را ترک کنین و در خداوند توکل کنین و بر خود در خداوند شادمان باشین. آمین آمین. درست است. هللویا. و حقیقتا زندگی کردن برای خداوند آسان نیست. همونطور که یکی از دوستان یک روز گفت که ایمان آوردن به عیسی مسیح آسان است، فقط ما ایمان میاریم و نجات ابدی را حاصل میکنیم، اما زندگی کردن برای عیسی مسیح مشکل است. به تنهایی هرگز نمیتونیم، فقط با کمک و با قدرت خداوند است که ما میتونیم در مقابل حسادت و بدی ها و شرارت سادگی کنیم. و حتی کلام مقدس بر ما میگه، کتاب مقدس بر ما میگه که مشکلات شخص عادل زیادتر است. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی که به طرف بدی و گناه و بدبختی ها در چهار طرف خود میبینیم، این چیزا رو میبینیم و نظر مندازیم، دیگه دل ما طاقت نمیگیره که آرام باشیم. از این خاطر ما در فکر دیگران میباشیم و می خواهیم که بر مردم مفید واقع شویم. بله. و وقتی که این چیز در فکر خود بیاریم که چه قسم بتانیم بر مردم خود خدمت کنیم، امی است که بسیاری وقتا با مشکلات روبرو میشیم. حتی خود ما وقتی که می خواهیم یک جای بریم راست بگوییم، حقیقت بگوییم، در مشکلات روبرو میشیم. ولی وقتی که به مولای خود عیسی مسیح خداوند ببینیم که او با اصفی کاملا بیگناه بود، اما در راستی و حقانیت خود او این زجر و ظلم از سر خود گرفت که در سر صلیب جان خود فدا کنه، اما در قیام خود و پیروزی را بر ما به ارمغان آورد و ما امروز پیروز هستیم سر گناه و مرگ، پیروز هستیم اگر به خداوند توکل کنیم. این مزمور بر ما امیر نشان میده، یاد میده که بر خداوند توکل نما. ما دعایت سیوم میخونم که میگه بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در روی زمین در امنیت و آسودگی به سر بری. آمین. هللویا. هللویا. امروز مردم ما به امنیت و آسودگی ضرورت دارن. درست است؟ آمین. و احتیاج دارن و منتظر هستن که چی وقت در کشور ما صلح و آرامش به وجود میاد. بله. آمین آمین. برادر عزیز نور آقا جان، وطندار ما از وطن زنگ زدن، اینمی تلفون میگیرم با اجازه شما، لطفا گوش بگیرید. بفرمایید. ابراهیم جان روی خط هستین، وطندار عزیز در تلویزیون افغان آواز مسیح زنگ زدین، بفرمایین. سلام علیکم حسین جان. سلام علیکم ابراهیم جان. سلام علیکم، چی حال دارین وطندار؟ خوب بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ صحت ما خوب است؟ خدا را شکر، خدا را شکر. زنده باشین، سلام باشین. حسین جان، ما میخواستم که بعد از برنامه شما به ما زنگ بزنین. ما یک بردگیل هم داریم و از جمع مندره هستم که علاقه دارم با شما صحبت کنیم. درست است؟ ابراهیم جان حتما بخیر، با شما تماس میگیریم. اگر شما لطف کرده یک ایمیل هم برای ما رایی کنین، اگر ایمیل دارین به info@afghantv.com info@afghantv.com، بازم شماره ایمیل ماست info@afghantv.com. و اگر شماره تلفن شما پیش ما ثبت شده باشه، اگر شماره تلفنتان پیش ما ثبت شده باشه، ما حتما که تان تماس میگیرم بعد از برنامه. حسین جان،
حسین جان، ما منظوری هست که ما به جای هستیم که اصلا در انترنت جفا دسترسی ندارم، فقط تلفن هست. بسیار خوب، اگر شماره تلفن تان پیش شما ثبت شده بود برادر عزیزم، اگر شماره تلفن تان پیش شما ثبت شده بود حتما ما برتان زنگ میزنم. وعده است بعد از برنامه. تشکر. جهان سپاس، جهان سپاس، سلامت باشین، زنده باشین. خدا خداوند شما را برکت بده. ما که تان حتما تماس میگیرم، نوشته کردم ابراهیم جان و که شما تماس میگیرم، خدا را شکر میکنم. و شایده جان از آلمان زنگ زدن، تلفنشان را ور میداریم. روی خط هستین، بفرمایین. سلام برادر حسین، از آلمان زنگ میزنم. سلام خواهر عزیز من، خوب بخیر هستین؟ خسته نباشید برادر حسین، از برنامهات همیشه لذت ما میبریم. ای از لطف شما، از مهربانی خداوند است. بسیار تشکر از تشویقتان. برادر حسین، میخواستم یه چیزی به شما یه شهادت بدم. الان از صبح تا حالا من دارم دعا میکنم، را میرم، به زبونا صحبت میکنم و از طریق برنامه شما خداوند با من حرف زد. همین الان که این برادر داشت صحبت میکرد گفتم هللویا، باید بیام شهادت رو بدم که شما از زبون خدا تو برنامه تو با من صحبت کرد. که همین خواستم ببینم که اگر ممکنه به من بگید از کدوم کتاب برادر داشتن صحبت میکردن که شریران. بله، از زبور، از کتاب مزامیر، زبور شریف، زبور 37 خواهر عزیزم. کتاب مزامیر، کتاب مزامیر فصل 37. مرسی برادر حسین، خواستم بگم که هللویا، قوت خدا و برکت خدا برای شما و خانوادتون باشه. بسیار تشکر خواهد شایده، بسیار تشکر از تلفونتان. خداوند شکر میکنیم، خداوند شکر میکنیم. نور آقا جان، خدا را شکر میکنیم، شما کلام خدا را بخش میکنین و با خواهر ما خداوند صحبت کرده. از زمیاله تشکر، بفرمایین، ادامه بتین. آمین آمین، تشکر. و پس میبینیم که اگر دوستای ما امروز بینید که در گوشه و کنار دنیا، خصوصا در افغانستان، به خاطر همین جیفی دنیا ما میگیم که مردم پریشان هستند و از امنیت و آسودگی کاملا دور رفتن، یعنی امنیت و آسودگی در کشور ما نیست، به خاطر از اینکه ما همیشه میبینیم که ظلم و ستم سر ما میآید. و اگر ما زیر بار ظلم ستم دنیا بریم دیگه هم کوبیده میشیم، ولی اگر قوت و قدرت خدا را در پشت خود داشته باشیم، ما هرگز این جیفه دنیا یا مثلا خواهشات نفس یا هر چیزی که بگوییم سر ما غلبه نمیکنه و ما میتونیم که در قوت خداوند استادگی کنیم تا حسادت نبریم و وسوسه نشیم، بلکه امو راه نیکی و راه قناعت در پیش بگیریم، در چیزی که داریم قناعت کنیم، خوش باشیم و نیکی کنیم تا در صلح و آشتی با یکدیگر زندگی کنیم. آمین. همونطور که دعایت سوم می مزمور خداوند بر ما و شما میگه که بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در روی زمین در امنیت و آسودگی به سر ببینی. هر چیزی که داریم قناعت کنیم و او را بر جلال نام خدا و بر خیریت مردم استفاده کنیم. همونطور که در زبان ما شما میگن که نیکی کن و در دجله انداز ایزد در بیابانت دهد باز. به 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 به، خدا را شکر. این نیکویی که ما میکنیم این به درد ما میخورد و ما را در امنیت و آسودگی سوق میده. دعایت چهارم میبینیم که میگه در خب البته ما باید بگیم که ما اکثرا میشتیم که برادر و خواهرای افغان ما همیشه میگن که پیش از این انقلابا و جنگا در افغانستان گرچه که مردم در فقر زندگی میکردن، ولی امو وقتا را خوب توصیف میکنن و میگن که و چی وقتای خوبی بود که مردم آرام و آرامش داشتن و امنیت داشتن و در سال زندگی میکردن. بله، یعنی که هدف ما این است که گرچه که در فقر جسمانی زندگی میکردن، ولی او را برتر میدانن به خاطر از اینکه ما همی مزایای بعد جنگ ها را چشیدیم و میبینیم که صلح و آرامش چقدر چیزی مهم است. اهمیت داره. بله. امروز مردم ما تشنه و گرسنه صلح و آرامش هستند. بله بله، واقعا میگن که
قدر نانه، میگه قدر نانه از گشنه بپرس. برادر عزیز، یک تلفن دیگه داریم از وطندار ما محمد جان، تلفن کردن از آمریکا، این تلفن میگیریم به اجازهتان. بله محمد جان، وطنداری عزیز روی خط هستین، بفرمایین. سلام عرض میکنم برادر حسین. سلام صاحب، چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. میکنم از برنامه خوبتون و اخلاق خیلی زیباتون. من یک سوال در مورد شریعت داشتم، اگر اجازه بدید خیلی کوتاه عرض کنم. حالا بفرمایید محمد جان. اینو من نوشته میکنم. بنده اولش عرض میکنم که من مسلمان هستم. بله. اما به پیامبران پیشین مثل حضرت عیسی و حضرت موسی اعتقاد داریم و خیلی هم اونها رو دوست داریم. بله. همونطوری که خود مسیحیان حضرت موسی رو پیامبر پیشینشون رو قبول دارن. بله. در مسیحیت اینطور که از برنامه هاتون دارم میاموزم، من خیلی برنامه ها رو دنبال میکنم، میبینم که میگن که مسیحیت رو خداوند آورد و به خاطر اینکه شریعت رو برداره، چون در شریعت دیگه به نتیجه نرسید و باید مردم با ایمان به نجات و آزادی و رهایی میرسیدن و اون مقصد انسان که آزادی و بهشت هست و به خیر نهایی رسیدن، همون به وسیله ایمان کافی هست و دیگه شریعت رو تقریبا باید کنار گذاشت. من یک سوالی که دارم، حالا این رو اگر میتونید بنده رو راهنمایی کنید، که شماهایی که مثلا یا کسایی که بالاخره بعد از مدتی از اسلام دست بردارن یا از یک دین دیگه، خب مقصد در ادیانی که همین از طریق بعد از حضرت موسی بودن، خب یه اشتباهی بوده یا دین نتیجه‌ای نداده و دین دیگه‌ای خداوند به بشریت عنایت فرموده، چرا بعد از اون هم وقتی یک دین جدید تر اومد مثل اسلام که تقریبا شالوده از همه ادیان گذشته و به نظر حالا ماها کامل تر بود، چرا به اون یکی هم اعتقاد نباید داشته باشیم؟ این یک مقصدی که حالا به اعتقاد ما در انجیل به صورتی به پیغمبر بعدی بشارت داده شده که بعد از چیز پیغمبری خواهد آمد. یکی اینه، یکی هم اگر قرار باشه برادر با عزیزم محمد جان، من میخواستم برادر محمد، من میخواستم از تان بپرسم، خصوصا حرف آخرتان که شما گفتین که بله. نبوت شده در مورد یک پیغمبر دیگه در انجیل، اینمیرم ما از شما میخواییم بپرسم که در کجای کتاب مقدس نبوت شده؟ بله، ما آخر الان کتابی که پیشم نیست، اما دیده بودم که به اسم حتی به فارسیش رو احمد نام بردن. اما حالا من این رو اگه نگیم، برادر محمد، یه سوالی دیگه هم داشتم. برادر بله. محمد، ما میخواییم که خواهش کنم از شما برنامه را ادامهش گوش بگیرین و در برنامه های اینده اگر شما میخواستین زنگ بزنین زنگ بزنین، و ما میخواییم که برتون پاسخ بتوم همین قدر که شنیدیم، چون من نمیتونم که در این برنامه کوتاه بسیار زیاد بشنوم و فراموش کنم چیزی را. و من میخواستم که یادداشت کنیم برادریم، یادداشت کنیم همین قدر که گفتیم، یادداشت کنیم و ما کتان صحبت میکنیم، چون باید ما کلام خدا را بشنویم. پاسخ میتوم و شما میتونید در برنامه های آینده هم زنگ بزنین، لطف کنین بشنوین. ما میخوایم برتون تا حال چیزی که گفتین اینو میره برتون پاسخ میتوم. خیلی خوب، متشکرم. بسیار تشکر محمد جان، بسیار تشکر از محبتتون و از اخلاق خوشتون و همچنین از سوالات بسیار مهمی که شما کردین. بسیار لازم است که ما سر از این توجه کنیم. در کلام مقدس خدا در زبور 19 برادر نور آقا جان، به اجازهتون من میخواستم این میره جواب بتم. بفرمایید. در کلام خدا محمد جان در زبور 19 ما در مورد شریعت خداوند این قسم میخوانیم. ما میخوانیم در آیت 7، شریعت خداوند کامل است و جان را تازه میسازد. شریعت خداوند کامل است. اینجا بالای کاملیت شریعت خداوند ما باید توجه کنیم. متوجه باشین محمد جان، کلام خدا در زبور شریف، یعنی 1000 سال قبل از تولد معجزانه عیسی مسیح، از آمدن خداوند بر روی زمین به صورت انسان، ایر خداوند بر ما داده. نکته اول ما باید توجه کنیم شریعت خداوند چیست؟ شریعت خداوند کامل است.
هیچ وقت از بین نمیره، شریعت خداوند هیچ وقت از بین نمیره و هیچ کس قدرت نداره که شریعت خداوند از بین ببره. نکته دوم، ما میخواستم در مورد شریعت خداوند برتان بگویم و تمامی کسایی که در این کانال هستن و مسیحی ها کتمه کاملا هم مفکوره هستن که شریعت خداوند کامل است. کلام خدا عهد کنه و عهد نو تماما کلام خداست. هیچ حرف از بین نرفته و ما کاملا شریعت خداوند تسلیم میکنیم. خداوند بر یوشع که یکی از خادمینش بود و معاون موسی بود، برش در مورد شریعت خود این قسم میگه. متوجه باشین محمد جان، ما از کتاب یوشع از فصل اول براتون میخوانم. بی جرأت و کم دل نباشی، هر کاری که میکنی باید مطابق چی؟ احکام شریعت موسی باشد. چون اگر براه شریعت رفتار کنی، به هر جایی که قدم بگذاری کامیابی نصیب میشود. کلام تورات یعنی همان شریعت باید همیشه ورد زبانت باشد و شب و روز به آن بیندیشی، به احکام آن توجه کرده از هر امر آن پیروی نمایی، پس در آن صورت کامران و موفق میشوی. باز میگویم که دلیر و با جرأت باش، ترس و شک را در دل خود راه مده، زیرا خداوند خدای تو در همه جا همراهی توست. متوجه باشین، خداوند خدای تو در همه جا همراهی توست، یعنی چیزی که خداوند در شریعت خود داده، چیزی که خداوند در پنج کتاب اول تورات داده، چیزی که خداوند بعد از کتاب یوشع در تواریخ داده، چیزی که خداوند در مزامیر داده، در غزلها داده، در انبیای ریزه و کلان داده، تمامیش کلام خداست. و ما مسیحی ها تمامی عهد کنه و عهد نو با دل و جان میپذیریم و قبول میکنیم و کوشش میکنیم که مطابق احکام خدا، مطابق شریعت خدا زندگی خدا بگذارانیم. و اما شما یک سوال دیگر در ضمن سوال اولتان این قسم گفتین، یعنی از طریق شریعت نشد دیگه، آل از طریق عیسی مسیح یعنی از طریق فیض تنها انسان میتونه که نجات بیافه. و اما علت از این که انسان از طریق شریعت نمیتونه نجات بیافه را من میخواستم که برای برادر گلم، برای محمد جان، برای شما بگویم. علتش چیست؟ علت شمو زبور 19 آیت 7 هست. در آیت 7 زبور 19 کلام خدا چی میگه؟ شریعت خداوند چیست؟ کامل است. کامل است. مسئله دیجاست که آیا ما به کاملیت شریعت خدا میرسیم؟ رسیده میتونیم؟ امکان نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه شریعت خدا معیار قدوسیت خداست. شریعت خدا معیار قدوسیت خداست. آیا ما انسان گناهکار به معیار قدوسیت خدا میتونیم برسیم؟ هرگز نه. سیوم، شریعت خداوند آینه ایست برای ما. مثل که در آینه ما شکل خود میبینیم، روی خود میبینیم، میبینیم که روی ما چرک است، روی ما درست است، روی ما شسته است، خال داره نداره، چی مشکل داره. به همو ترتیب شریعت خدا مثل یک آینه است برای ما. شریعت خدا چی برای ما میگه؟ برای ما انسان های گناهکار اینی رو میگه، میگه تو گناهکار هستی، تو گناهکار هستی، تو گناهکار هستی. پس شریعت خدا کامل است، شریعت خدا مقدس است و شریعت خدا گناه ما را آشکار می سازه، تنها آشکار می سازه. و اما وقتی که ما نیاز داریم که نجات بیافیم، وقتی که ما نیاز داریم که از زیر احکام شریعت، شریعت که برای ما میگه ما را محکوم به مرگ میکنه چون ما گناهکار هستیم و خدا قدوس است، آیا ما به قدرت خود از ناپاکی خود، از گناه خود خود تقدیس کرده در خدا میتونیم برسیم؟ هرگز نه. از همون خاطر است که خداوند میگه که شریعت از ماست،
این مقدس هست، مطابق ازی تو نمیتونی نجات بیافی، چون هیچ انسان نیسته که از طفولیت تا کلانی را تا مرگ بگویه که ما هیچ گناه نکردیم، ما هیچ وقت قهر نشدیم، ما هیچ وقت فحش نگفتیم، ما هیچ وقت هیچ چیز بدی را برخلاف کسی در قلب خود ناوردیم و یا کینه نورزیدیم و یا ما کاملا معصوم هستم. هیچ انسان نیست، هیچ انسان نیست در تاریخ بشر بجز عیسی مسیح که در موردش ما میخوانیم که در او گناه نبود، او گناه نکرد، او گناه را نشناخت. بعد در عهد جدید کلام خدا برای ما از فیض صحبت میکنه. یک جای شریعت است. شریعت چیست؟ معیار قدوسیت خداست. شریعت چیست؟ شریعت کامل است. شریعت چیست؟ شریعت مقدس است و ما ناکامل، نامقدس و به معیار خدا نمیتونیم رسیدگی کنیم. پس خدا از لطف خود با ای که شریعت کامل است از بین هرگز نمیره، چون عیسی مسیح گفت زمین و آسمان از بین خواهند رفت و اما کلام من نه، من نیامدم که شریعت را از بین ببرم، بلکه آمدم تا شریعت را کامل کنم. و کاملیت شریعت در عیسی مسیح از طریق عیسی مسیح به ما انسان ها راه فیض آواز میکنه، راه فیض. و او هم از محبت زیاد خدا و در کلام خدا ما میخوانیم در آیت 17 فصل اول انجیل مقدس یوحنا میخوانیم که زیرا شریعت با وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده، اما آن پسر یگانه‌ای که در ذات پدر است و از همه به او نزدیکتر است، او ما را شناسانیده. یعنی چی؟ محمد جان، برادر عزیزم، دوست عزیزم، کلام خدا اینجا اینطور میگه، میگه شریعت خدا کامل است، شریعت خدا مقدس است، شریعت خدا معیار قدوسیت خداست و ما هرگز با وجود پرگناه خود به او معیار قدوسیت خدا رسیده نمیتونیم. پس ما هرگز نمیتونیم به آسمان، به جنت خدا بریم، ما نمیتونیم روبرو شویم با خداوند. و اما خداوند از لطف خود با ای که شریعتش کامل است، شریعتش بجاست، او شریعت خود را به خاطر نجات ما نادیده گرفته، به این معنا نه که از بین ببره، به این که ما از طریق او هرگز نجات نمیتونیم بیافیم، چون به او معیار قدوسیت نمیتونیم برسیم. او فیض خود جاری میکنه. فیض یعنی چی؟ فیض یعنی مدد و یا کمک خداوند به کسانی که لایق کمک خدا نیستن، یعنی ما گناهکاران. چرا؟ چون به نسبت گناه خود ما دشمنان خدا هستیم، دشمنان خدا هستیم. و اما خداوند در زمانی که ما کمزور بودیم، در زمانی که ما از خدا دور بودیم، در زمانی که ما در گناه بودیم، مسیح را فرستاد تو تا او کفاره گناهان ما را بپردازه و در کاملیت خود ما را تقدیس بکنه و ما را نجات ببخشه. ای از فیض خداست. شریعت خدا امروز هم بجاست و مقدس است و ما کاملا به او احترام داریم و قبولش داریم. و اما شریعت خدا تنها آینه است که برای ما میگه، گویایی است که به ما میگه که تو گناهکار هستی، باید نجات بیافی. و اما خود شریعت ما را نجات نمیده، بلکه خدا خودش با فیض خود در صلیب عیسی مسیح، اگر ما به او ایمان میاریم، نجات میافیم. اما در مورد سوال بعدی تان که در مورد پیامبر دیگه و یا شما گفتین که احمد آمده، در کلام مقدس خدا در هیچ جایی نامده. در غزل از غزلهای سلیمان یک کلمه هست به معنای کسی که دلپذیر است، کسی که قابل ستایش است. و اما ای در مورد شخصی نیست، بلکه در مورد عیسی مسیح است، محبوب. عیسی مسیح است که در کلام مقدس خدا گفته شده. باز هم تشکر از تلفنتان، خدا را شکر میکنیم. تلفن بعدی را میگیریم. از جمیل جان از ایران، از افغانستان زنگ زدن. جمیل جان وطنداری عزیز، مانده نباشی، روی خط هستی، بفرمایین. زنده باشین، تشکر. بفرمایین روی خط هستین، سوالی دارین؟
بله میشنم. سلام علیکم. بله میشنم، اگر لطف کرده می تلویزیونتان خاموش کنین چون آواز برمیگرده و شما را آوازتان ما میشنم. مستقیما شما روی خط هستین، بفرمایید سوال اگر دارین. بله سلام علیکم، من میخواستم که از خود شما پرسان کنم که شما افغان هستین، از دین اسلام چی بدی دیدین که رفتین ایسایی شدین؟ شما امیر به ما جواب بدین، باز بعد ما به تلویزیون شما ما برنامه شما را همیشه تعقیب میکنیم. شما دلیل از این به ما بگوین که شما اسلام چی بدی دیدین که رفتین ایسایی شدین، به چی دلیل و چی خوبی های به دین ایسایی هست بود که به اسلام نبود و شما رفتین؟ جواب هم زیر به ما بدین، باز ما تعقیب میکنیم برنامه شما. تکم چی کنون جواب بدین به ما. بسیار تشکر جمیل جان، بسیار تشکر از تلفنتان. نور آقا جان، من میخواستم که از شما خواهش کنم امی وطندار مرا جواب بدین، آیا شما افغان هستین و چرا به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ بله برادر عزیز، من افغان هستم، از قوم برکی، از ولایت لوگر، و وقتی که من کتاب مقدس تورات و انجیل مطالعه کردم دیدم که سرچشمی حیات خداوند است و خداوندی که قبل از همه چیز بوده، در ابتدا بوده و تا به ابد خواهد بود و یگانه خداست. و خصوصا وقتی که من دیدم که یگانه راه نجات از مرگ ابدی در عیسی مسیح خداوند است، یگانه کسی که ما را وعده میکنه که به بهشت راه میده، او عیسی مسیح از دیگه کسی نیست. از این خاطر من به عیسی مسیح ایمان آوردم و او زندگی مرا کاملا تبدیل کرد. چیزایی را که هرگز ندیده بودم و نشنیده بودم خداوند بر من نشان داد و خداوند محبت از عیسی مسیح گفت و گفت که من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر، یعنی که نزد خدا آمده نمیتونه. پس این چیزها را که من دیدم کاملا نو بود و برای من قلب من را لمس کرد. پس من زندگی خدا به عیسی مسیح دیدم، دادم، تسلیم کردم. دیگه خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر، خدا را شکر. جمیل جان، امیدوار هستم که شما پاسخ خوبی گرفته باشین و اگر میخواین همیشه لطفا این برنامه ها را تعقیب بکنین و شما در مورد مسیح زیادتر میتونین که آگاهی پیدا بکنین. و من هم به می ترتیب به نوبه خود میخواستم برتان بگویم بله افغان هستم، ما و برادر عزیزم از لوگر هستن، ما از ولایت غزنی هستم و ما هم به عیسی مسیح 21 سال پیش تقریبا ایمان آوردم. بنا به ای که تنها عیسی مسیح برای ما وعده نجات به کاملیتش میده، از همین خاطر ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم. و اما خدا را شکر میکنیم برای هر چیزی که او برای ما داده. یک دوست عزیز ما از طریق فیسبوک کتی ما تماس گرفتن و ایشان سوال دارن. سوالشان در فیسبوک ما ایجا است، در انگلیسی است، نوشته است Is Jesus, peace be upon him, himself said by his own mouth that I am God or worship me in the complete Bible, please? بسیار تشکر مسعود جان. مسعود جان این سوال کردن، بسیار سوال خوب است و ما میخواهیم که جواب بدیم ایره. مسعود جان، بله، عیسی مسیح بسیار واضح با اعمال خود، با کردار خود و با رابطه خود با شاگردانش ایره کاملا واضح ساخت. وقتی که شاگرد عیسی مسیح به نام ناتانئل او آمد پیش عیسی مسیح و عیسی مسیح گفت خداوند من و خدای من. عیسی مسیح نگفت برش که چرا گفتی خداوند و خدای من، من خدا و خدا خداوندت نیستم. و ضمن عیسی مسیح در فصل 13 انجیل یوحنا در آیت 13 میگه شما مرا استاد و خداوند خطاب میکنید و درست هم میگویید، زیرا که چنین هستم. پس او میگه واضح که من نه تنها صاحب و یا آقا و یا کسی که مالکتان هستم. مالک؟ هر انسان مالک شده نمیتونه. انبیا مالک ما نیستن، هیچ کس مالک ما نیست،
به جز خدا. پس عیسی مسیح را میگه واضح که من خداوندتان، یعنی آقایتان، یعنی کسی که صاحبتان هست، هستم. من خداوندتان هستم. عیسی مسیح بسیار واضح تر میکنه وقتی که در انجیل یوحنا ما در مورد از این که وقتی که او برای ملاهای یهود جواب میده در مورد بودن او که او کی هست، متوجه باشیم. میگه که پدر شما ابراهیم از این که امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. عیسی مسیح چی میگه؟ میگه متوجه باشین که از این روز و تقریبا 3000 سال پیش کسی را که شما پدر میخوانین ابراهیم، و اگر از امروز ما حساب کنیم در حدود 4500 سال پیش، از زمانی که عیسی مسیح کلمات گفت در حدود 3000 سال پیش گفت پدر شما، یعنی کسی که شما پدر میخونین ابراهیم، او چی گفت؟ او بسیار انتظار داشت، امید داشت، اشتیاق داشت که روز مرا ببیند، روز مرا ببیند. این نمیگه روز خدا را ببیند، میگه روز مرا ببیند. خوشحال بود و آن را دید و شادمان هم شد. چطور که امکان داشته باشه به این ترتیب؟ اگر عیسی مسیح از اول تا به آخر، ابتدا و انتها نباشه، الف و یا نباشه، پس او ایجا میگه که من خداوند هستم. یهودیان از همین خاطر برش گفت، آیت 57 یهودیان به او گفت تو هنوز 50 سال نداری، هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ ابراهیم خو 3000 سال پیش زندگی میکرد، یعنی 3 قرن پیش زندگی میکرد. عیسی به ایشان گفت به یقین بدانید پیش از آن که ابراهیم باشد من هستم. او نگفت من بودم، او گفت من هستم. کلمه حی ابرانی را استفاده کرد، گفت من اونمو حی، خدای حی، یهوه هستم. و بعد از او آیت بعدیش بسیار لازم است که ما سرش توجه کنیم. آیت 59 میگه آنها، یعنی یهودیان، ملاهای یهود، آنها سنگ برداشتن که به سوی عیسی پرتاب کنن. چرا وا سنگ برداشتن که پرتاب کنن؟ به خاطر از اینکه از نگاهی از وا عیسی مسیح مدعی شد، گفت که من خدا هستم. پس از نگاهی از این ملایا او کفر گفت. عیسی مسیح نه تنها با کلمات خود، بلکه با اعمال خود، با تعلیمات خود، با معجزات خود، او واضح ساخت که او خداوند هست. بسیار تشکر از سوالتان وطندار بسیار عزیز ما، و خدا را شکر میکنیم. دیگه سوال ها هم هست. در فیسبوک یک برادر عزیز دیگه ما چی پیام نوشته کردن که برادر نوراقا بشنوین، بر شما هم هست لطف کنه. سلام برادر اندریاس، خداوند شما و برادر نوراقا و کسانی که در پشت کامره زحمت میکشند برکت بدهد، و خانواده های شما را خداوند برکت بدهد، و فیض عیسی مسیح خداوند به شما باد، آمین. بر همه، بر ما هم دعا کنید. برادر اندریاس، یاسین حسینی از سویدن. برادر یاسین حسینی، بسیار تشکر از محبتتان. شما قبلا آمده بودین، گواهیتان دادین، وطنداران ما برکت گرفتن. واقعا شما باعث تشویق بسیار زیاد هستین، خدا را شکر میکنیم. وقتی ما بسیار کم مانده. محمد جان از ایران تلفن کردن، دیگه محمد جان هستن از تهران تلفن کردن. ما متاسفانه که تلفن ها را گرفته نمیتونیم، و وقت بسیار کمی که داریم، ما میخواهیم که برادر عزیز، از برادر عزیزم نور آقا جان خواهش کنیم که لطفا با چند لحظه دیگه که مانده کلام خدا را به کت ما بخش کنیم. برادر نور آقا. تشکر. فقط چون که وقت ما کم است، همینقدر میخواهیم بگیم که کلام خدا با قدرت است، و کلام خدا بر ما حکم میکنه و مشوره میده که ما به خداوند توکل کنیم و بر شریران و بدکاران حسد نکنیم، بلکه به او اتکا داشته باشیم و در حضور خداوند سکوت کنیم و منتظر عمل از او در زندگی خود باشیم، چون که او است که بر ما خوشی و آرامش و خوشبختی واقعی را میده. اما طور که عیسی مسیح میگه خوشا به حال مسکینان روحانی،
زیرا دولت آسمانی از ایشان است. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنی عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. پس هر کس که گرسنه و تشنی عدالت خدا هستند، اونا سیر میشن از طرف خداوند. امیر رو میخواستم برشان بگم یا خداوند همه گیر برکت بده. و یک موضوع دیگر که در ارتباط شریعت ما در کتاب مقدس ما پیدا کرده میخوایم بخوانم، اوی است که میگه که آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ چون که شریعت برای یهود آمد، درست است؟ بله. آیا خدا یک خدا غیر، مگر خدا خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته که هست. خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان عادل می سازد. آمین. به به، چی یک آیتی. به اجازتون من یک آیت دیگر هم اضافه میکنم اگه اجازتون باشه. بفرمایید. میگه او در دنیا بود و دنیا به وسیله او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. یعنی تمام دنیا به وسیله او آفریده شد. چی یهود است، چی عرب است، چی فارس است، چی افغان است، چی تاجک است، چی آمریکایی و روسی و چینایی، تمامش خداوند ساخته و خداوند خدای هر کس است و خداوند تمامی انسانها را به نجات عیسی مسیح دعوت میکنه. آمین. آمین. بسیار بسیار تشکر نور آقا جان. من میفهم که از خاطر تلفن های بسیار زیاد، خدا را شکر میکنیم که تلفن ها آمد و از طریق پیام هایی که در فیسبوک بود، شما نتونستین که تمامی پیامی که خداوند در قلبتان آورده بود بگوین، و اما حتما بخیر در برنامه آینده که شما میایین بخیر کلام خدا را بخش کنین و زیادتر در مورد زبور 37 کتاب ما بخش بکنین. البته خواست ارادی خدا می بود که دوستان ما تلفن کنن و سوالات بسیار عالی و مقبول داشتن و خدا را شکر میکنیم. این هم از طرف خداوند بود. امام خداوند شکر می. بسیار تشکر. از طرف من خواهر من سلام میگین و بچهایتان محبت میتین. تشکر. تشکر. خداحافظتان. خداحافظتان. خدا را شکر میکنیم که خداوند یک روز خوبی برای ما داد و ما تانستیم که بسیار چیزهای خوبی را هم از سوالات برادرها و خواهرای ما فرا بگیریم، یاد بگیریم در مورد محبت خدا، در مورد از اینکه عیسی مسیح کیست، و هم از زبور شریف از 4 آیاتی که سرش توجه کردیم، غور کردیم، بسیار چیزهای خوبی را یاد گرفتیم. خداوند مهربان است. خدا را شکر میکنیم. برادر محمد از ایران و برادر محمد دیگه از تهران و برادرها و خورای دیگه که تلفنشان آمد و متاسفانه نتونستیم که به ایشان رسایی بکنیم، بسیار تشکر از تلفن هایتان. و وطندارای ما که از طریق فیسبوک کتما بخش میکنن، از شما هم بسیار تشکر. و لطفا برنامه های ما را از طریق از طریق اینترنت شما میتونین که تعقیب بکنین. در روی یوتیوب اگر شما برین، در یوتیوب شما میتونین که برنامه های ما را تعقیب بکنین و اینی آدرس ماست در یوتیوب، و شما همیشه میتونین که در اینی آدرس رفته برنامه های ما را تعقیب بکنین و خداوند شما را برکت بده. حتما روز سه شنبه با یک برنامه خوبی دیگه کت شما حاضر میشیم و از کلام مقدس خدا کتتان بخش میکنیم. خدا را باز هم شکر، بسیار تشکر از خداوندی عزیز و شما وطندارای عزیزی. به نام عیسی مسیح شما را فیض در فیض خداوند تسلیم میکنیم. آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها حالیم تویی ای مسیح، تنها حالیم.